سلام دوستان، سفر ما در سرزمین ترکمنها هنوز به پایان نرسیده. امروز میخوام شما رو با خودم به یک جزیره ببرم. برای رفتن به جزیره باید از این گذرگاه چوبی عبور کنیم. در اسکله بندر ترکمن هستیم، جولانگاه فروشندگان صنایع دستی ترکمنی. میخوای اینه نگیر، 50 تومن به اونم دادم، حرف نزد کشید رفت. الان هم جزیره ها زیباترین، منحصر به فردترین و در این حال مرموزترین زیستگاه های روی زمین هستند که همیشه دیدنشون پر از لذت و هیجان بوده. در خلیج فارس جزایر زیادی وجود داره که به عنوان مقاصد گردشگری مورد توجه قرار میگیره، اما اگه به دنبال ماجراجویی در جزیره‌ای در دریای خزر هستیم، تنها یک گزینه داریم و اون هم جزیره آشوراده هست. اگه قصد بازدید از جزیره آشوراده رو دارید، میتونید با تهیه یک بلیت دو طرفه به مبلغ 110 هزار تومان در اسکله بندر ترکمن در یک سفر دریایی کوتاه با قایق خودتون رو به این جزیره برسونید و پس از لذت بردن از جاذبه های طبیعی و گردشگری جزیره مجدداً به بندر ترکمن برگردید. جزیره آشوراده به درین نزدیکی به میانکاله یکی از مهمترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر به حساب میاد. یه صف طولانی در اینجا شکل گرفته. همه این گردشگران قصد دارن از جزیره آشوراده بازدید کنن. قایق‌ها یکی پس از دیگری گردشگران برگشتی رو به اسکله میارن و گردشگران جدید رو برای بازدید به جزیره آشوراده میبرند. اینجا یکی از قایقرانان داره فریاد میزنه که ازدحام جمعیت داره باعث پایین رفتن پل میشه و از مردم خواهش میکنه که مراعات کنن.
بالاخره نوبت ما هم فرا میرسه که سوار قایق بشیم و به سمت جزیره حرکت کنیم. به اعتقاد دانشمندان در زمانهای دور تنها یک جزیره در نزدیکی بندر ترکمن وجود نداشت و در واقع مجمع الجزایری با سه جزیره وجود داشت که با بالا آمدن آب دریا دو جزیره دیگه ناپدید شدند. بله، یکی از نکات شگفت‌انگیز جزیره ها این هست که مانند موجودات زنده عمری دارند و با پایان رسیدن اون به قعر دریا می پیوندند. پس از 10 دقیقه و طی مسافتی حدود 10 کیلومتر به جزیره می رسیم. پل چوبی جزیره آشوراده یکی از محبوب ترین قسمت های جزیره است. راه رفتن روی این سازه های چوبی حس خوبی رو به انسان منتقل می کنه. جزیره آشوراده یکی از مناطق اصلی صید ماهیان خاویاری بوده و بیش از 40% خاویار ایران در نزدیکی این جزیره تولید میشه. مجموعه امکانات جزیره یک سوپرمارکت، یک رستوران شیلات و یک اردوگاه دانش آموزی رو شامل میشه. بنابراین بسیاری از گردشگران که قصد اقامت در جزیره رو دارن مجبورن تا چادر برپا کنن. اینجا رستوران شیلات هست و کباب ازونبرون یکی از محبوب ترین غذاهای این رستوران محسوب میشه. البته خوراک چکدرمه یا غذای محلی ترکمنی هم طرفداران خاص خودش رو داره. Thank you.
شما در این رستوران میتونید با پرداخت سیخی 360,000 تومان کباب مخصوص ماهی اوزونبرون رو نوش جان کنید. البته سایر غذاهای محلی و دریایی در این رستوران با قیمتهای مناسبتر و اقتصادی تری عرضه میشن. جزیره آشوراده روزگاری جزو قلمرو ببر مازندران بود. امروزه اسبهای وحشی نژاد ترکمن و دیگر حیوانات مثل گراز، روباه، قرقاول و غیره در اون زندگی می کنن. این جزیره نزدیک به 100 سال و تا پایان جنگ جهانی دوم در اشغال روس‌ها بود. تعداد معدودی از بقایای آثار اشغال توسط روس‌ها شامل یک پاسگاه و یک قلعه مخروبه در اون وجود داره. گفته میشه که در دهه 70 حدود 1,000 نفر از ساکنان بومی جزیره به خاطر بالا آمدن سطح آب دریا جزیره را ترک کردند. در حال حاضر از ساکنان بومی جزیره تنها 1 نفر باقی مونده که تنها زندگی میکنه و به دامداری مشغوله. در زمان صفویان، شاهان و درباریان از این منطقه به عنوان شکارگاه استفاده می کردن. زمانی این جزیره به عنوان یکی از مهمترین زیستگاه های ببر مازندران مطرح بوده که به خاطر شکار بی‌رویه از بین رفته. داستان ها و روایت های عجیبی از این منطقه هم وجود داره. یکی از عجیبترین این داستان ها روایت اسب‌های وحشی جزیره است. گفته میشه این اسب‌ها فرزندان اسب‌های پیری هستند که در گذشته در جزیره رها می‌شدند تا در آرامش در محیط طبیعی بمیرند. در کمال تعجب اما اسب‌های پیر و از کار افتاده زاد و ولد می‌کنند و نسلی از اسب‌های وحشی رو تشکیل می‌دهند. اسب‌هایی که گفته میشه از آب شور دریا تغذیه می کنن. از شما به خاطر اینکه در سفر به جزیره زیبایی آشوراده با ما همراه بودید تشکر می کنم.